خواست آزادی زندانیان سیاسی را همگانی کنید. گزیده خبرها: احضار و تهدید مادر 71 ساله زینب جلالیان، بازداشت زرتوش احمدی راغب فعال مدنی، بازداشت همراه با ضرب و شتم رادا مردانی فعال صنفی معلمان، برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیراد پیرباداغی، اعتراض به شرایط غیر انسانی و آزارگونه زنان در زندان قرچک و انتقال 9 نفر از بازداشت شدگان بانه به زندان سنندج. با سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امروز شنبه 3 اسفند 1400 برابر با 22 فوریه 2022 خبرها و گزارشات مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی را از رادیو پیام کانادا در ترکیه تقدیمتون میکنم. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید. احضار و تهدید مادر 71 ساله زینب جلالیان. مادر زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، با انتشار ویدیویی از سازمان‌های حقوق بشری درخواست کمک کرده تا بتواند بعد از 15 سال با دخترش ملاقات کند. او در این ویدیو میگوید: 15 سال از دخترم را ندیدم. نمیدانم در چه وضعیتی است. میگوید کرونا گرفته، نگرانم. از ملاقات با خانواده و وکیل هم محرومش کردند. پیش شدم و به عنوان یک مادر دوست دارم دخترم را ببینم. از سازمان‌ها و مدافعین حقوق بشری تقاضای کمک دارم. بعد از انتشار این ویدیو، دایی غزالی بهخوانلو، مادر زینب جلالیان، به اداره اطلاعات ماکو احضار شد. زینب جلالیان سال 1386 در کرمانشاه بازداشت شد و سال 1387 بدون داشتن حق مرخصی در زندان است. بازداشت زرتوش احمدی راغب فعال مدنی. زرتوش احمدی راغب در خانه‌اش بازداشت شده و مأموران ضمن تفتیش خانه شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. زرتوش سطح انتقال به بند قرنطینه زندان اوید دست به اعتصاب قضا زده است. بازداشت رادا مردانی فعال صنفی معلمان. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، رادا مردانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، روز شنبه 30 بهمن ساعت 11:30 مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان لرستان بازداشت شد. خبرهای منتشر شده حاکی از آن است در تجمع دلفان و انتقال او به زندان خرم‌آباد، او را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند. در این رابطه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید برخورد مذبوحانه با این فعال صنفی اعلام می‌کنند: معلمان کشور در تجمع 3 اسفند با حمایت از رادا مردانی و دیگر معلمان زندانی پاسخ قاطع خود را به این ظلم آشکار و تضییع حقوق شهروندی خواهند داد. ممانعت نیروهای امنیتی از ملاقات با شعبان محمدی. بیش از 14 روز از آخرین تماس شعبان محمدی با خانواده می‌گذرد. در آخرین تماس وضعیت جسمی این معلم زندانی به خاطر بیماری گوارشی وخیم بوده است. به دنبال این وضعیت روز چهارشنبه همسر این معلم زندانی با دستور کتبی دادستان برای ملاقات اقدام نمود که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شد. کژال کریمی برای پیگیری وضعیت همسر خود مجدد به دادستانی و سپس به بازپرسی مراجعه نمودند، اما موفق نشدند هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت همسر خود کسب کنند. آزاد شدن مریم کبیری از فعالین صنفی تهران. مریم کبیری از فعالین صنفی تهران که در 23 دی ماه در پی تجمعات صنفی دستگیر شده بودند، روز شنبه 30 بهمن ماه پس از تحمل سختی و ناملایمات بسیار از زندان اوین آزاد شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار توقف احضار و پرونده‌سازی علیه معلمان و آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند است.
برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیراد پیربوداقی. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیراد پیربوداقی فعال کارگری روز سه‌شنبه 3 اسفند در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این جلسه با حضور نماینده دادستان در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران و از بابت رسیدگی به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی برگزار شد. آزادی موقت بازداشت شدگان مراسم 40 روز قتل بکتاش آبتین. حضور و یورش نیروهای امنیتی و انتظامی و بازداشت تعدادی از فعالین در روز پنجشنبه 29 بهمن از مراسم 40 روز قتل بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران به خشونت کشیده شد. در این درگیری تینا یونس تبار، کامبیز نوروزداده، مهیار ظفرمهر، محمد سلطانی، حمید درویشی و جلال علیپور بازداشت شدند. همچنین برخی از حاضران از جمله لیلا میرغفاری در درگیری با نیروهای امنیتی آسیب دیدند. آنها از سوی پلیس امنیت به لیدری، تشویق به اعتراض و سر دادن شعار درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین متهم شدند. پس از چند ساعت بازداشت شدگان از پلیس امنیت شهر ری به بازداشتگاه پلیس امنیت در گیشان منتقل شدند. حوالی ساعت 2 شب همه بازداشت شدگان آزاد شدند، اما وسایل شخصی آنها تحویل داده نشد. عفو بین‌الملل، آرشام رضایی فعال مدنی زندانی محروم از خدمات درمانی. آرشام رضایی فعال مدنی محبوس در زندان رجای شهر از تاریخ 18 بهمن در اعتراض به عدم دسترسی به دارو و سایر خدمات درمانی مناسب اعتصاب قضا کرده است. عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی می‌خواهد که اطمینان حاصل کند که آرشام رضایی به مراقبت‌های پزشکی مورد نیازش از جمله داروهایش دسترسی فوری و مستمر دارد. این سازمان از مقامات می‌خواهد که فوراً او را آزاد کنند، زیرا او صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود از جمله آزادی بیان، آزادی تشکل و تجمع زندانی شده است. ادامه خبرها. هجوم ماموران امنیتی به خانه شهناز اکملی مادر دادخواه و احضار دختر او به دادسرا. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات سال 1388 شامگاه دوشنبه 2 اسفند با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از هجوم ماموران امنیتی به خانه خود خبر داد. خانم اکملی در این ویدئو میگوید که 4 مرد و 1 زن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هنگام بازگشت او از سر کار به خانه وی آمدند و تمام وسایل الکترونیکی را که در خانه بود بردند. وی در ادامه این ویدیو از ماموران امنیتی شکایت می کند که پسرش را کشتند و حالا قصد دارند دختر او را نیز از بین ببرند. محکوم شدن میثم کاظمی به 22 ماه حبس تعزیری. میثم کاظمی شهروند اهل بهبهان توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب بندر ماشهر به 22 ماه حبس تعزیری محکوم شد. فرهاد میثمی فعال مدنی از زندان رجای شهر به دادگاه انقلاب کرج اعزام شد. در این پرونده جدیدی که در این زندان به دلیل انتشار نوشته‌هایش در اینترنت برایش گشودند، اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شد. برگزاری دومین جلسه دادگاه جمشید شارمهد بدون اطلاع قبلی و با جلوگیری از حضور وکیل انتخابی. جلسه دادگاه جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی متهم به فساد فی‌الارض روز یکشنبه اول اسفند ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی و بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شد. جمشید شارمهد بیش از 15 روز از زمان دستگیری تا کنون در سلول انفرادی نگهداری می شود. ابلاغ حکم قطعی 8 سال و 2 ماه حبس و شلاق برای نرگس محمدی. حکم محکومیت قطعی نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران به 8 سال زندان، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی در زندان قرچک ورامین به او ابلاغ شده است. روز 28 بهمن نرگس محمدی را به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان انتقال دادند. همسر نرگس محمدی روز سه‌شنبه 3 اسفند خبر داد که این فعال مدنی برای درمان از زندان به مرخصی استعلاجی آمده است. عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت خالد پیرزاده با وجود شرایط نامناسب جسمی. خالد پیرزاده زندانی سیاسی تبعیدی در زندان شیبان اهواز علارغم شرایط نامناسب جسمی از رسیدگی پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.
بازداشت علی حسن بهامی، معلم و فعال صنفی. دکتر بهامی، معلم و فعال صنفی ساکن یاسوج که برای شرکت در تجمع معلمان به شیراز رفته بود، پس از پایان تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اعتراض به شرایط غیر انسانی و آزارگونی زنان در زندان قرچک. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای در روز 27 بهمن شرایط نگهداری زنان زندانی در زندان قرچک از جمله وضعیت عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی را غیر انسانی و ناگوار خواند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران واکنشی درخور و فوری نشان دهند. محکوم شدن کامران تکوب به حبس. طی روزهای اخیر کامران تکوب، شاعر و فعال مدنی اهل کرمانشاه، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به 28 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. انتقال 9 نفر از بازداشت شدگان بانه به زندان سنندج. 9 نفر از بازداشت شدگان آبان ماه شهرستان بانه پس از اتمام بازجویی‌ها به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، روز دوشنبه 25 بهمن 9 نفر از بازداشت شدگان با نام‌های ارسلان پزشکی، ابوبکر پزشکی، فرزاد پزشکی، کریم پزشکی، رفیق پزشکی، بهزاد پزشکی، صلاح پزشکی، جمال مروتی و سعید رشیدی پس از نزدیک به 100 روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این نوع شهروند که در ایام بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌های خود محروم بودند، توسط نهادهای امنیتی به همکاری کردن با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون حکومت متهم شدند. بی‌اطلاعی از سرنوشت کارگر بازداشتی آرش محمدی در زندان سنندج. یک ماه از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی آرش محمدی، کارگر مهاجری که به علت بیکاری در شهر سلیمانی کارگری می‌کرد و در مرز باشماغ دستگیر شده بود، می‌گذرد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکم یک ماه بازداشت آرش محمدی را از بیدادگاه شهر سنندج دریافت و نام برده بدون هیچ ارتباط و اطلاعی با خانواده و بستگانش یک ماه از در زندان و در بیخبری مطلق به سر می‌برد. ما سپاس از اینکه تا انتهای برنامه ما را همراهی کردیم. تا برنامه دیگر، بدرود. خواست آزادی زندانیان سیاسی را